بیا نسیم، یاد داشت رو برسون دست پوریا. منم اینجا بمونم که خانم مساعد و قلندری از را برسن. اما تنهایی؟ اینجا؟ نگران نباش، هیچ اتفاقی برای من نمیفته. تو فقط اینو زود برسون دست پوریا. آخه یونس برو دیگه. نسیم ممنون. پاشو کجا رفت؟ مرد کجا رفت؟ اون اتش بچه گربه ها فرار کرد. بچه گربه ها اینجایی کردن ترسوندنش. لعنت به من، فرار کرد. باید پیداش کنم. اینجا باید شیطونه، باید اجنه. تو یکم بشین استراحت کن. ها؟ باید برم دنبالش، باید پیداش کنم. تو نباید اینجا می اومدی. اون داشت تو رو می کشت. میرم دنبالش، پیداش میکنم. همش به خاطر نیلو فره. نیلوفر، تو ازش خبر داری؟ تو چیزی میدونی؟ اردشیر، من گفتم که یه ذره بشین استراحت کن، حالت جا بیاد، تو نیلوفر رو پیداش میکنی. اردشیر تو چیزی میدونی؟ زنده هست؟ امشب همه چیو میفهمی، حتی شاید زودتر میفهمی. زودتر میفهمی، اون وقت همیشه با هم دیگه میمونی. اما چی اردشیر؟ بویو اینجا صدا میاد. بویو تو خدا هم نیستش. بویو خواهش میکنم. بویو مطمئن نبودم اردشیر آدرس رو درست گفته باشه. عجب جایی اینجا. یه قدمش بودم که فرار کرد. گفته بودم بهت نباید تنها میموندی اونجا.
اصله هم مطمئنم بشه همون مردیه که اومده اینجا. از کجا مطمئنی اومده اینجا؟ به گفته شما از شمع پلیسی. باشه، تا نسیم اونا رو سرگرم میکنه من و تو باید بپریم تو کلینیک. چجوری؟ از رو دیوار. شما؟ کارای عملیاتی همیشه منو به وجد میاره، احساس جوانی میکنم، حس میکنم از زنده ها زنده ترم. تو یه چیزی میخوای به من بگی؟ بگو. نه، فقط من فکر میکنم که شما نمیخواید منو تنها بذارین، یعنی فکر میکنین که نه من به تو اطمینان دارم، مطمئنم که تنهایی هم میتونی کارت انجام بدی. من میخوام خودم تنها نباشم، تنها برم. نه آقای سلام علیک. چیه؟ چی میخواد؟ آشناس بابا. خواست من اینم شما این دولو برای آقای خاکپور میشنسین؟ خاکپور کیه؟ چه کاره هست؟ خاکپور؟ خاکپور خونهش هم این دولو برای هست. ای بچه، کجا؟ مگه دنبال آدرس خاکپور نمیگشتی؟ چرا چرا؟ اما یه یادم افتاد انگار چند وقت باش قرارم. آره. کلینیک جراحی داخلی توران در تأسیس 1299. سابقه این کلینیک رو باید بکشی بیرون، خیلی مشکوکه. بردار دیگه. الو الو، سلام، من صدفان بهکرم. حالت خوبه؟ ببین میخوام یه کاری برام بکنی، اینو که بهت میگم یادداشت کن. کلینیک جراحی داخلی توران درمان تأسیس 1299. میخوام هرچی اطلاعات درباره این کلینیک هست تا صبح برام جمع‌آوری کنی. تا صبح میخوامش. خوب بخوابی. گمونم به جز پیدا کردن اصلا هم داریم به چیزای مهمتری هم میرسیم. شاید خواست خدا بوده اصلاحتو گم کنی برسیم اینجا. به خواست خدا اصلا هم پیدا میکنم. خون.
خدایا چی کار کردن اینجا؟ جراحی کردم تازگی جراحی نه سلاخی بعید میدونم از یه همچین اتاق عملی کسی زنده بیرون بره شایدم قرار نبوده کسی از این اتاق عمل جون سالم به در ببره پس باید قصاب خونه تا. صدر رحمت به قصاب خونه اینجا کارهای دیگه هم میشه مثلا چی؟ من فکر میکنم تمام گواهی فوتای مسافرهای مفقود شده از اینجا صادر شده به نام این کلینیک از یه همچین آشغال دونی اونم صدور گواهی فوت چطور ممکنه؟ یادت باشه تمام اون گواهی فوتا تقلب یا ساختگیه برای سرپوش گذاشتن روی این جنایات و طبیعی جلوه دادن مرگ و میر مسافرها برای خانوادهشون حدسم درست بود آره اون یخچالا مخصوص نگهداری جسده شایدم اعضای انسان بعد از تخلیه بین اون اسناد و مدارکی که ما از تو گاوصندوق آژانس مسافرتی جیمز پیدا کردیم چند تا نامه بود مجموع مکاتباتی بین این کلینیک و چند تا بیمارستان معتبر تو خارج یادتونه؟ آره یادمه قاچاق اعضای بدن انسان چرا زودتر به این مسئله فکر نکردی؟ شک ندارم که این دفعه دیگه برای اسفندیار راه فراری نیست لعنتی اون هوا ابریه طوفانم بشه فرقی نمیکنه باید ادامه بدیم داریم به نتیجه میرسیم شک ندارم اینجا ستاد عملیاتی اسفندیاره
سلام آقا. بنال. با دخالت نسیم جنی کشیدمش اینجا. الانم تو مخزن بایگانی هستم. یخچاله. اونا چی؟ اونا رو هم پیدا کردن. موشای زشت فوزه با پای خودشون داره میان طرف تله. حالا نوبت توه جینوس عزیزم. قتل پوریا با اسلحه ستوان بهگر. اینا همش پرونده های قدیمی پرسنل و بیمارای این کلینیکه. اینجا رو تاریخ این پرونده ها جدیدتره. آره حق با توه. این عکس براتون آشنا نیست؟ چرا؟ اینا عکس های آخرین مسافرای آژانس مسافرتی جینوسه. کاش خانم مساعد زودتر بیاد. باید از همه اینا عکس کپی تهیه کنیم. پاسپورت مسافره جدید؟ اسفندیه رسیدن اینجا. یونس هم توه با پوریا. بازاشون فکر کنم خیلی بد باشه. فقط عجله کنی زود باشه. بس بریم. با تو. شده یونس؟ نیلوفر؟ نیلوفر پس تکلیف آخرین سری مسافرهای قاچاق هم معلوم شد. چرا ماتت برده؟ باید هر چی زودتر از اینجا بریم. حق یعنی نیلوفرم. بله نیلوفر مهرجو پاسپورتشه از آب گرفته شده. جینوس واقعا متاسفم ستوان بهگر. نامزد شما دختر زیبا و پرصفایی بود. جینوس
تو زنده ای؟ به به جمعتون جمعه، اسفندیارتون کمه، چه مهمونی باشگویی. از یه افسر کم تجربه و عاشق پیشه میشه انتظار اشتباه رو داشت، اما از یه پلیس عالی قدر نه. لطفاً اسلحتونو بندازید. این دفعه دیگه راه فراری نیست اسفندیار، با این همه مدرکی که اینجاست دیگه مهلتی برای ارائه این مدارک نیست. مگه نشینوس عزیزم، این اسلحه برات آشنا نیست بهگر؟ اسلحه خودت نه؟ اسلحه‌ای که با اثر انگشت تو و قتل مافوقت واسه همیشه میفرستد تو بشکه. تو موجود بی ارزش کثافت نیلوفر به کشتن دادی. تو خیلی لجنی، خیلی لجنی. نیلوفر، نامزد محبوب پلیس جوان من، دختری که اگه این اواخر میدیدی نمیشناخته، یه بیمار لاعلاج، یه مرده متحرک اما خطرناک. خفه شو، لعنتو به من، لعنتی حروم لغمه. این بلایی بود که تو سرش آوردی، تو نیلوفر به این روز انداختی. میکشمت. حروم باش یونس، حروم باش. ولش کن، ولش کن، بذار بیاد منو بزنه، بذار قهرمان بزرگ عقده دلشو خالی بکنه. بیا بیا منو پسن قهرمان جوان. بذارشو برسم، بذار بکشمش، بذار بکشمش، بذار بکشمش. جوونه نشو، اون از خداشه بهش حمله کنی. بیچاره، بیچاره دل شکسته، بیا بزن. به خاطر خدا بذار به عمری آشغال خاتمه بدم، بذار آشغال بکشم. آدم کش نیستم یونس. آفرین، من یه آشغالم. آره یه آشغال، آشغالی که زندگی تو توی دستاشه، همونطور که زندگی عشق تو پدرت تو دست من بود. بذارش بیاد جلو، پسر پهلوان جلال بهگر، مردی که از خودش حماقت و ادعا رو واسه پسرش به ارث گذاشته. خفه شو، کثافت لعنتی. اگه 20 سال پیش تو اون جون کثیفت رو برداشتی و با اثر رو برداشتن یه قاضی باشرف در رفتی، امروز اینجا یه پلیس باشرف نمیذاره قصر در بری اسفندیار. من یونسم، پسر جلال، جلالی که تو داغ محبتشو به دلم گذاشتی، نامزد نیلوفری که تو زندگیشو تباه کردی. منم یه قربانیم، یه قربانی مثل همه قربانیهای دیگه. حالا من اینجام، من اینجام. عجلت فرشته مرگت، میخوام با گرفتن حق همه قربانیات وحشت مرگ و تو چشمات ببینم. یونس، تو همیشه از خوشونت پرهیز میکردی، این بارم خود داری، خودتا نگه دار. کاریش ندارم، کاریش ندارم، کاریش ندارم، فقط فقط میخوام بکشمش. آره به خاطر خدا ولش کن پوریا، بذار بیاد منو بزنه، حتی منو بکشه. اون حق داره، بالاخره باید عقده خودشو سر یه کسی خالی کنه. آروم، بالاخره هر چی باشه عشقشو ازش گرفتن. میشنوید؟ نامزدشو گم کرده، نامزد محبوبشو، طرف قالش گذاشته رفته ددر. میدونی چقدر سخته؟ نگاش کنید، این ستفن بهکر یه قهرمانه، پسر قاضی جلال بهکار.
کسی که میخواد دنیا رو اصلاح کنه در حالی که نتونسته نامزد شماره خودش نگرداره که ایدز نگیره. میفهمید؟ ایدز مسخره است. خفه خون میگیری یا خودم دندونات رو بریزم تو دهنت. آقا مثل این که مهمون داری. پوریا اینجا چه خبره؟ یونس؟ آه مادر، مادر قهرمان، به پسرت نگاه کن. این پسرته، بهش خوب نگاه کن. پسری که هرچی بلا سرش میاد از گذشته های تو و جلال و فسوق یه پهلوون تو خالی. گفتم خفه خون بگیر لعنتی. باشه خفه خون میگیرم، اما قبل از اون میخوام از یه راز پرده بردارم. نه. نه؟ چرا نه؟ نمیخوای پسر قهرمانت بفهمه که اگه پدرش جلال بزرگ دوچار اون سرنوشت شد به خاطر مادرشه؟ ساکت و ملعون. تا چند دقیقه دیگه اینجا پر میشه از نیروهای پلیس و تا قبل از اون دیگه یونسی وجود نداره که براش خبرچینی کنی. خانم خبرنگار هیچ کس اجازه کنه. خوب خانم خبرنگار، برای حمل اسلحتون مجوزم دارید. ساکت شو، بعدا معلوم میشه. کسی اجازه کنه نخوره. بهت گفتم اسفندیار، دیگه راه فراری وجود نداره. اما قبل از رسیدن پلیس اینجا تخلیه شده بدون هیچ گونه مدرکی. خب تو دادگاه نظامی میبینمتون، بدون لباس، بدون درجه. کسی از جاش تکون نخوره. دختر احمق. دلتنگی های آدمی را باد ترانه‌ای می‌خواند، رؤیاهایش را آسمان پرستاره نادیده می‌گیرد و هر دانه برف به اشکی نریخته می‌ماند. یک ساعت، یک روز، یک سال، چند وقت گذشت. من کجا هستم؟ من کجا ایستادم؟ خدایا، خدایا، چطور میتونم اینقدر آروم بشینم و به مرگ نیلوفر فکر کنم؟ خدایا، خدایا، این چه حسیه؟ این چه عشقیه؟ چرا رنگ و بوی زمینی به خودش نمیگیره تا مثل خیلی حسای دیگه فراموش بشه و از یاد بره؟ بعد از تو، بدون تو چطور میشه سر کرد؟ بدون تو آیا برای من باز هم خورشید طلوع خواهد کرد؟
ستاره‌ای بر آسمان خواهد درخشید. یونس بهگر، ملاقاتی داری، بلند شو. سلام. حبیب حالش چطوره؟ ماهاباد بهبودیشه به دست آورده، اما خب باید تا یه مدتی بستری بمونه. میدونی فقط به خاطر صدمه دیدن تارای صوتیش تا مدتی درست نمیتونه حرف بزنه. خدایا یونس به فکر خودت باش، تو تو بد مخمصه ای افتادی. اسفندیار و افرادش قبل از رسیدن پلیس تمام مدارک و اسناد از بین بردن. اسفندیار از تو به دادگاه شکایت کرده، اون میخواد اثبات کنه ما به دلیل خصومت شخصی وارد ملکش شدیم و بدون مجوز بازرسی به عمل آوردیم. اون مسئله سوء استفاده از اسلحه ای تو رو مطرح کرده. نسیم چی شد؟ نسیم بعد از فرار کردن از اون مهلکه و خبر کردن پلیس، از ترس اجدر و نوچه هاش مثل یه قطره آب فرو رفته تو زمین. اون جونش در خطره یونس. یونس فردا روز دادگاه توی، تو با اون همه اسناد و مدارکی که به چشم میدی میتونی اسفندیار رو محکوم کنی. تو باید همه چیز رو بگی، همه رو دفاعیه تو حساب میکنن. میفهمی؟ سروان بهگر، شما هر طور که شده فردا باید دادگاه رو متوجه خلافکاری های اسفندیار تورانی بکنین. همین چیز روشنه؟ جسارتن اگه همون وکیل بد اخلاقی وکالتشو به عهده بگیره، ما که از عاقبت کار میترسیم. وسوق. بله وسوق. وسوق وکیل اسفندیاره. ما جنگ سختی رو در پیش داریم، روشنه؟ یونس تو متوجه اهمیت موضوع هستی؟ یونس سروان بهگر میشنوید؟ تنها چیزی که روشنه اینه که نیلوفر